سرخط خبرها. بلندتر شدن زنگ خطر کرونا در ایران. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید پایتخت در شرایط کاملا بحرانی است. ادامه واکنش ها به اعدام نوید افکاری. چند تشکل کارگری در ایران میگویند اقدام دستگاه قضایی باعث خشم بیشتر مردم شده. خیز محافظه‌کاران برای تسلط بر دیوان عالی آمریکا در آستانه انتخابات. دونالد ترامپ قاضی امی کمی رت را برای تصاحب کرسی معرفی کرد. و جهان پس از کرونا در نگاه اندیشمندان و نویسندگان بزرگ. جارد دایموند میگوید همبستگی ناشی از مقابله با کرونا میتواند به مبارزه با گرمایش زمین کمک کند. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. مقامات ایران میگویند کسانی که در فضاهای عمومی ماسک نمیزنند یا توصیه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند جریمه و مجازات خواهند شد. البته هنوز جزئیاتی از اجرای کردن این برنامه منتشر نشده. در سومین اوجگیری شیوع کرونا در ایران شمار رسمی جان باختگان در طول 24 ساعت گذشته به 172 نفر رسیده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دوباره تاکید کرده مراسم عزاداری 40 فقط در خانه‌ها برگزار خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این یک مراسم ختم نظامی در تهران با حضور فرمانده سپاه است. روز جمعه. پروتکل‌های بهداشتی خیلی رعایت نشده. امروز وزارت بهداشت گفت تاکنون بیش از 1400 نفر از کارکنانش به خاطر بازرسی از این گونه مراسم کرونا گرفتند. من تردید ندارم. حالا زبان و لحن دولت تندتر شده و حرف از تنبیه و مجازات می‌زنند. افراد باید به کسی خدمت بدن که دارای ماسکه. اگه ماسک نداره نباید بهش خدمت بدن. دوم اینکه یک کسی حالا بحث خدمت نیست، خودش مراعات نمیکنه، تو جامعه از رفت آمد میکنه، مراعات نمیکنه، توجه نمیکنه. این هم باید بررسی کنن که چگونه باش برخورد بشه. قرار است جریمه آنهایی که ماسک نمیزنند به طور آزمایشی در تهران امتحان شود، اما در استانها ریش و قیچی دست مسئولان استانی و محلی است. اجبار به ماسک زدن کار آسانی نیست. خود حسن روحانی گفته نزدیک به نیمی از ایرانیان ماسک نمیزنند. آمار جانباختگان کرونا چند هفته است بیشتر شده و در 24 ساعت گذشته هم مثل 24 ساعت پیش از آن حول و حوش 200 نفر بوده. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 172 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که خبرنگاران داخلی در ایران میگویند ظرفیت بیمارستان‌های کشور پر شده و تخت‌های خالی به سختی یافت می‌شوند. اما به هر حال صدها نفر از دیروز تا کنون بستری شدند. بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3204 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1274 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در بعضی استانها مثل کرمانشاه مدارس تعطیل شدند، اما بساط سفرهای جاده‌ای به راه است. اما اگر کسی فکر کرده میتواند برای مراسم 40 هم سفر جاده‌ای کرد یا اصلا عزاداری عمومی برپا کرد، سخت در اشتباه است. راه پیمایی امسال نداریم، سفر به عراق امسال نداریم، راه پیمایی نمادین در شهرها نداریم. اگر گفتن نه که گفتن نه، باید همه تابع باشن، همه باید تسلیم باشن. قرار شده عزاداری های 40 فقط در خانه های مردم برگزار شود. از تو خونه اظهار ارادت کن. اما بعد از یک 40 پاییزی فصل آنفلانزا در راه است که هر سال به هر حال صدها نفر را به کام مرگ می‌فرستد. صلوات خدا. بسیاری از مردم از جنجال واکسیناسیون نمایندگان مجلس شاکی هستند، اما مقامات اطمینان دادند که 2.5 میلیون دوز واکسن آنفلانزا بین اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع خواهد شد. امسال 2.5 میلیون دوز
قرار هست که در اختیار همکارامون در معاونت‌های بهداشت طبق پروتکلی که تعریف شده، گروه‌هایی که تعیین شده که باید بزنن، اونا به صورت رایگان میتونن واکسن‌هاشون رو دریافت بکنن. بعضی کارشناسان در کشورهای دیگر پیش بینی کردند تداخل شیوع آنفلانزا و کرونا چندان هم بد نیست، چون باعث می‌شود خیلی‌ها کلاً بیشتر رعایت کنند و محتاط باشند. اما این نگرانی هم هست که این تداخل به آمار قربانیان هم کرونا و هم آنفلانزا اضافه کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. سازمان بهداشت جهانی میگوید احتمال زیادی وجود دارد که در زمان آماده شدن واکسن کرونا تعداد کسانی که بر اثر این ویروس جان خود را از دست میدهند به 2 میلیون نفر برسد. تا کنون بیش از 1 میلیون نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان سپردند. سازمان بهداشت جهانی میگوید بدون تلاش های هماهنگ جهانی برای مبارزه با این ویروس ممکن است 1 میلیون نفر بر اثر آن جان خود را از دست بدهند. پیش از این آمریکا اعلام کرده بود بیش از 7 میلیون مورد ابتلا به کرونا را در این کشور شناسایی کرده و آمار کشته شدگان هم به بیش از 200,000 نفر رسیده است. مطمئناً غیر قابل تصور، اما غیر ممکن نیست. چون اگه به از دست دادن آدما در 9 ماه گذشته فکر کنیم و بعد به واقعیت ساخت واکسن در 9 ماه آینده نگاه کنیم، برای همه کسایی که درگیر اون هستن وظیفه بزرگیه. مشکل تولید انبوه واکسنه. مشکل سرمایه گذاری برای تولید واکسن هاست. مشکل توزیع و پذیرش این واکسن هاست. ورای اینها کاری که هنوز باید بکنیم کنترل این بیماریه. و بیاد داشته باشید کارهایی هست که الان میتونیم برای کاهش انتقال بیماری بکنیم و تعداد کشته ها رو کاهش بدیم. نه فقط تست و ردیابی، نه فقط فاصله گذاری اجتماعی، نه فقط رعایت بهداشت، نه فقط واکسن. همه رو باید با هم انجام بدیم. Not just hygiene, not just masks, not just vaccines. Do it all. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما هستن. آقای صدری، سازمان بهداشت جهانی از کنترل بیماری بیش از هر چیزی صحبت می‌کنه. چقدر فکر می‌کنید که با شروع فصل زمستان در اکثر کشورهای دنیا کنترل ممکن باشه و چه چالش‌هایی پیش روی مردم خواهد بود؟ درود بر شما. خب مسلماً با فرستن زمستان شاید این خواهیم بود که ویروس های سرماخوردگی و اینفلوانزا و ویروس های مشابه هم بسیار بسیار دیده خواهند شد و خب این به بغرنج بودن مسئله اضافه خواهد کرد. من یه آماری رو فقط بگم که خدمت دوستان که بدونن سالی حدود 650,000 نفر در دنیا بر اثر آنفلانزا فوت میکنند و در خود آمریکا فقط به تنهایی حدود 35.5 مورد ابتلا در سال وجود داره. این هستش که تداخل ویروس های مختلف با هم به علاوه ویروس کرونا خب یه مقدار مسئله رو بغرنجتر خواهد کرد. ولیکن این که آیا خود فصل زمستان باعث بدتر شدن وضعیت ویروس کووید 19 ایجاد کننده کووید 19 بشه، خیلی اطلاعات دقیقی شاید نباشه در اون مورد و همون چیزی که در استرالیا دیدیم، اونها زمستون رو خیلی خوب سپری کردن بدون اینکه مشکل زیادی داشته باشن. یکی از مسائلی که مطرح شده برای تولید واکسن این هست که با توجه به ساختار ژنتیکی متفاوت افراد، هر کسی به این ویروس واکنش متفاوتی نشون داده و این کار رو خیلی سخت‌تر کرده برای اینکه یک واکسن واحدی برای همه به دست آورد. در مورد واکسن بله، خب اظهار نظرهای زیادی هست. یکی از مشکلات دیگری که در مورد ایمنی ناشی از پادتنها در مورد واکسن هست این هستش که ما دیدیم که کسانی که واکسن رو دریافت میکنن بعد از چند ماه سطح پادتنشون بسیار بسیار کم میشه. این که مشکلی هست که ما مواجه هستیم و اینکه آیا واکسن کاملا میتونه ایمنی سلولی ایجاد بکنه در افراد که این ایمنی سلولی بتونه پیشگیری کافی رو از بیماری انجام بده، این مقداری خب چیزی است که ما نیاز به زمان داریم و مرحله سوم مسائل تحقیقی باید تکمیل بشه تا بشه کامل در مورد این نظر داد و امیدواریم که این ایمنی سلولی هم همراه با سطح پادتن به دست بیاد که بتونیم واکسن خیلی خوبی داشته باشیم. متشکرم از شما دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن.
چند نهاد کارگری از جمله سندیکای کارگران اتوبوسرانی و شرکت نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کردند. در این بیانیه از خشم و انزجار جامعه کارگری از اجرای اعدام نوید افکاری صحبت شده. در این بیانیه آمده برخلاف تصور اعدام او نه تنها در دل مردم ترس و وحشت ایجاد نکرده، بلکه موجب خشم و انزجار کارگران و توده‌های مردم نسبت به این اقدام ضد انسانی شده. نوید افکاری که در اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت شده بود، بارها گفته بود تحت شکنجه مجبور به اعتراف به قتل مأمور اداره حراست سازمان آب شیراز شده. او روز 22 شهریور اعدام شده. همکارم فرین عاصمی اینجا در استودیو با ماست. بیشتر بگو در این بیانیه به چه مواردی اشاره شده فرین؟ اول ناجی بگم که نوید افکاری چون خودش کشتیگیر بود و کارگری میکرد، این نهادهای کارگری این بیانیه رو براش دادن. چند نهاد کارگری بودن: سندیکای کارگران اتوبوسرانی، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر، شورای بازنشستگان و چند نهاد صنفی دیگه بودن. اعدام نوید افکاری رو محکوم کردن و گفتن که اعدامش قتل عمد دولتی بوده. در مورد اولین بار نیست که در مورد نوید افکاری در مورد اعدامش محکومیت بیانیه‌های در محکومیت صادر میشه. خیلی بیانیه‌هایی بوده که جنبه بین‌المللی داشته، از اتحادیه اروپا و آمریکا گرفته، مقام‌های مختلف آمریکایی گرفته تا سازمان‌های نهادی حقوق بشری این اعدام رو محکوم کردن. نکته‌ای که این بیانیه داره نهادهای کارگری گفتن که این فرد، یعنی نوید افکاری، فردی بوده از جنس خود مردم و اعتراضش به خاطر مسائل مالی و معیشتی بوده و اون رو اعدام کردن. خشم و انزجار دارن جامعه کارگری از این مسئله و گفتن که این مسئله باعث نمیشه که اونها بترسن و از اعتراض عقب نشینی بکنن. ساعتی پیش داوود رضوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه در مورد این مسئله خشم و انزجار از اعدام آقای افکاری صحبت کرده که با هم بشنویم. در واقع این بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده ایشون و جامعه کارگری برای اعدام نوید افکاری، در واقع داره میگه که نوید افکاری از دل همین مردم فرودست بیرون اومده و یکی از جزء اقشار آسیب پذیر جامعه و ضعیف جامعه هستن که از طبقه کارگری محسوب میشن و به خاطر اعتراضاتی که برای وضعیت سخت و اسفبار معیشتی به وجود اومده، ایشون هم توی اعتراضات شرکت کرده و به خاطر همینه که این پنج تا تشکل کارگری و سندیکای واحد و هفت تپه و دیگران و حتی تشکل‌های دیگه اومدن در این باره موضع گرفتن و اظهار نظر کردن در این باره. اینه که محکوم کردن این اعدام رو، چون میگن که این اعدام در واقع به خاطر اعتراضاتی که به راه افتاده به خاطر وضعیت سخت معیشتی انجام شده که بتونن کارگرا و اعتراضاتی که در آینده آتی اتفاق خواهد افتاد جلوگیری کنن. و ببینید، ما الان تو جامعه همینجوری نارضایتی عمومی بسیار بسیار به خاطر وضعیت معیشت و شرایط موجود در کشور بسی، چون ما در دل جامعه هستیم دیگه، ما از بطن جامعه هستیم و مرتب با اتوبوس مترو میریم. یه نارضایتی بسیار بسیار زیادی در بین مردم به خاطر شرایط موجود هم اقتصادی هم شرایط اداره در کشور به وجود اومده. در همین صحبت هم اشاره شد فرین و در خود بیانیه هم گفته شده که این اعدام به خاطر ترسوندن معترضان بوده. درسته. بیشتر آره در موردش صحبت شده و همین طور که شنیدیم آقای رضوی در مورد فقری که صحبت میکرد ازش و این بیانیه کارگران گفته که 90% مردم جامعه الان فقر رو دارن تجربه میکنن. میدونیم که در اعتراض های گذشته هم اعتراضی که در دی ماه 96 بود، هم در 97 مرداد 97 که آقای افکاری و برادرانش اونجا بازداشت شدن، ابتدا این اعتراض ها به مسائل معیشتی بود، به مسائل مالی بود. در آبان 98 هم به گرون شدن قیمت بنزین بود، با اینها شروع شد و بعد نارضایتی های دیگه به اونها اضافه شد. الان با نزدیک شدن به سالگرد اعتراض های آبان، احتمالاً بعضیا نگرانن که دوباره این مسئله اعتراض ها جدی گرفته بشه، مسئله که در بیانیه سندیکاهای کارگری بهش اشاره شده و گفتن که این مسئله اعدام این افراد باعث نمیشه که ما
میترسیم. یکی دیگه میبینیم که در کسایی که در اعتراضهای گذشته شرکت کردن، هم در دی ماه 96 فردی مثل مصطفی صالحی که اون هم به اعدام محکوم شد، معترضانی بودن که در آبان 98 شرکت کردن در اعتراضها، اونها هم بعضی هاشون حکم اعدام گرفتن و به این وسیله یه مقداری معترضان رو دارن میترسونن و میخوان که احتمالاً از اعتراضهای آینده جلوگیری بشه. ولی خب الان این سندیکای کارگری میگه که این مسئله باعث نمیشه که ما عقب نشینی بکنیم و اعتراضهای کارگری رو متوقف بکنیم. برای ناصمی متشکرم از شما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید پایتخت ایران در شرایط کاملا بحرانی است. چند تشکل کارگری در ایران میگویند اعدام نوید افکاری باعث خشم بیشتر مردم شده است. در ادامه این برنامه، جارد دایموند برنده جایزه پولیتسر میگوید همبستگی ناشی از مقابله با کرونا میتواند به مبارزه با گرمایش زمین کمک کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقاومت در برابر اسرائیل را حق فلسطینیان خواند و گفت این مقاومت در چارچوب موازین بین المللی ادامه خواهد یافت. آقای عباس در این سخنرانی که از راه دور به صورت ویدیویی انجام گرفت، خواهان تشکیل همایش بین المللی برای حمایت از فلسطینیان شد. همزمان انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی گفته سیاست‌های ایران در برقراری رابطه میان امارات و اسرائیل نقش داشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. محمود عباس در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوائل سال آینده میلادی را برای همایشی بین‌المللی جهت پشتیبانی از فلسطینیان پیشنهاد داد. شاید امیدوار است تا آن زمان دیگر دونالد ترامپ در آمریکا بر سر کار نباشد و رئیس جمهور دموکرات آینده همدلی بیشتری با فلسطینیان نشان دهد. دونالد ترامپ بانی یارگیری اسرائیل از میان دولت‌های ثروتمند عرب شد. با این کار طرح خود موسوم به سازش قرن را پیش برد که اگر محمود عباس و گروه‌های فلسطینی به آن تن بدهند، در واقع به حذف خودشان تن دادند. گروه‌های فلسطینی کمتر زمان اینقدر خود را تنها حس کرده اند. حتی اتحادیه عرب هم حاضر نشد به خواست فلسطینیان برای موضع گرفتن در برابر روند عادی‌سازی روابط دولت‌های عربی با اسرائیل موضع بگیرد. در نتیجه تشکیلات خودگردان فلسطینی به نشانه اعتراض ریاست نشست آینده اتحادیه عرب را که به این تشکیلات واگذار شده بود رد کرد. وقتی عربستان و امارات و یارانشان پشت تشکیلات خودگردان فلسطینی را خالی می کنند، این تشکیلات دنبال پشتیبانان دیگری می رود. به طور مشخص قطر، ترکیه و چه بسا ایران. ما در یک مرحله ای باید بالاخره با ایران تعامل داشته باشیم، چون این تعاملی ضروریه. اما ایران باید بفهمه که سیاست خصمانش در منطقه کمکی به این نمی کنه که دیگران باش کنار بیان. جالبه که من در ترجمه رسانه های ایران یادداشتی از یکی از ناظران سیاسی در ایران رو میخوندم که نوشته بود سیاست خصمانه ما ایرانی هاست که باعث شده خیلی از دولت های خلیج از ما دور بشن. دور شدن از ما فقط انتخاب اونها نبوده، بلکه شعارهای 24 ساعته ما علیه اونها و درباره سلطه ما بر پایتخت های عربی باعث شده. ایران اگر همسایگان عربش را به سوی اسرائیل رانده باشد، این همسایگان با دوستی با اسرائیل گروه های فلسطینی را به سوی رانده اند که ایران هم از آن سود می برند. همین نکته درباره ترکیه هم صادقه. ترکیه داره به عنوان قدرت با نفوذ منطقه قد علم میکنه. ما با ترکیه رابطه خیلی خوبی داشتیم که بر اساس احترام به حاکمیت همدیگه بنا شده بود. میلیاردها دلار داد و ستد تجاری داشتیم، ولی از یه جایی ترک‌ها به ایدئولوژی اولویت دادن. این ایدئولوژی هم بر اساس گذشته امپراتوری عثمانی بنا شده که بهش میگن دوران طلایی.
اونها با این نگاه شروع کردن به نفوذ در جهان عرب و نتیجه هم براشون فاجعه بار بود. دو جنبش رقیب حماس و فتح که سالهای سال است میانجیگری دولت‌های عربی میانشان ناکام بوده، در استانبول گرد هم آمدند و به توافق رسیدند. توافق بر سر اینکه تا 6 ماه دیگر انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی را برگزار کنند. در اوضاع کنونی چون این انتخاباتی میتواند به نفع حماس و چهره‌های تندروتر فلسطینی تمام شود، نقش ایران را میان فلسطینیان پررنگ کند، به نفوذ جبهه‌ای میان فلسطینیان کمک کند که از قطر، ترکیه و ایران تشکیل شده. مهرداد فرهمند، بی بی سی. مصطفی ادیب نخست وزیر لبنان اعلام کرد تلاش برای تشکیل دولت را رها کرده و کنارگیری می کند. آقای ادیب نزدیک 1 ماه تلاش کرد جناح‌های سیاسی رقیبش را متقاعد کند تا بر سر تشکیل کابینه جدید توافق کنند. گزارش‌هایی از اختلاف نظر بر سر وزیر دارایی منتشر شده. او تلاش می کرد دولتی تشکیل دهد تا لبنان را از بحران شدید اقتصادی نجات دهد. از سال گذشته در لبنان اعتراضهایی به وضعیت بد اقتصادی، فساد و ناکارآمدی دولت برگزار شده. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، بعد از 44 روز اعتصاب قضایی خود را شکست. خانم ستوده از اواخر مرداد ماه اعلام کرده بود برای آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده و اخیراً به دلیل شرایط وخیم به بخش CCO بیمارستان منتقل شد. رضا خندان همسر او در حساب توییترش نوشت نسرین ستوده و رضوانه احمدخان بیگی، زندانی دیگری که در اعتصاب قضا بود، هر دو دیروز به دلیل وخامت حال اعتصاب قضایی خود را شکستند. سفیر تاجیکستان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. وزارت خارجه ایران در اطلاعیه اعلام کرده احضار سفیر بعد از پخش فیلمی به نام خیانت در تلویزیون دولتی تاجیکستان صورت گرفته. اخیراً تلویزیون دولتی تاجیکستان فیلمی نمایش داد که در آن حکومت ایران به صدور دستور قتل چهره‌های سرشناس تاجیکستان و افسران روسیه در آن کشور طی دهه 1990 میلادی به دست اعضای حزب نهضت اسلامی متهم شده بودند. اتهامی که مقام‌های ایرانیان را تکذیب کردند. دونالد ترامپ قرار است تا ساعتی دیگر قاضی پیشنهادیش برای دیوان عالی را معرفی کند. رسانه‌های آمریکا گزارش کردند گزینه او ایمی کونی بارت خواهد بود. خانم بارت یک قاضی محافظه‌کار است که در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس سنا بر کرسی قاضی روت بیدر گینزبرگ که هفته گذشته در گذشت می‌نشیند. دموکرات‌ها شدیداً با انتخاب یک قاضی دیگر از سوی آقای ترامپ مخالف هستند و می‌گویند برنده انتخابات ریاست جمهوری که 5 هفته دیگر برگزار می شود باید قاضی جایگزین را تعیین کند. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک ماست. بهمن، به نظر میاد که آقای ترامپ نمیخواد منتظر انتخابات باشه و قاضی جدیدش رو از میان جمهوری خواهان معرفی میکنه. بیشتر به ما در مورد این قاضی بگو. سابقه یک دوره طولانی قضاوت محافظه‌کارانه داره در مورد مسائلی که در آمریکا معمولاً در مرکز دعواهای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هست. از دیدگاه او نسبت به سقط جنین بگیریم که مشخصاً مخالف بوده و مخالفت کرده و قانونی که به اصطلاح رأیی که دادگاه دیوان عالی آمریکا دهه‌ها پیش داد در مورد قانونی کردن سقط جنین رو گفته است که باش موافق نیست. در نتیجه اگر اکثریت مطلق رو با نشستن او بر این دیوان بگیره، قضات میتونن برگردونن اون رأی سابق رو و سقط جنین رو محدود یا به کل غیر قانونی بکنن. در مورد حقوق مخصوصا اقلیت‌های جنسی و سیاست‌هایی که دولت آقای ترامپ در مورد مهاجران اعمال کرده، سیاست‌های سختگیرانه هم او مواضع و رأی‌هایی داده در دادگاه تجدید نظر که الان عضوش هست، که بسیاری از مخالفانش معتقدن که وقتی به دیوان عالی برسه همین نگاه و رأی دادن رو در احکامش خواهند دید. به همین جهت به نفع جمهوری خواهان خواهد بود. الان اکثریت به اصطلاح دیوان عالی 5-4 به نفع جمهوری خواهانه، ولی حداقل یکی از قضات اونجا در عینی که محافظه‌کار محسوب میشه همیشه با جمهوری خواهان رأی نمیده یا با قضاتی که به جمهوری خواهان متمایلن. ولی حالا اگر این قاضی هم جای خانم گینزبرگ بشینه، اون وقت 6-3 خواهد شد ترکیب و خیال آقای ترامپ راحت خواهد بود که البته جمهوری خواهان که احکامی که در این
دیوان در نهایت صادر میشه دیدگاه های اونها رو مستحکم تر میکنه در سیستم قضایی آمریکا. نه تنها خیال آقای ترامپ رو برای این احکام ممکن راحت تر بکنه، بلکه به نظر میاد که تأثیر مهمی این موضوع خواهد گذاشت بر انتخابات پیش رو. مشخصه که آقای ترامپ معتقده که اگر دعوای روز بعد از انتخابات این باشد که چه کسی پیروز انتخابات شده و سردرگمی وجود داشته باشه، نقش دادگاه ها بسیار جدی است و نقش دیوان عالی که عالی ترین دادگاه هست به تبع حیاتی خواهد بود. به همین جهت صریحا آقای ترامپ چند روز پیش گفت که مهمه که ما اکثریت مطلق رو داشته باشیم در این دادگاه اگر که دعوای انتخابات به دادگاه ها کشیده بشه. به همین جهت اگر او رو بتونن در همین 23 روزی که تا قبل از انتخابات، هفته قبل از انتخابات باقی است، به رأی اکثریت رو بهش بدن در مجلس سنا که جمهوری خواهان درش اکثریت دارن، اون وقت میتونه رأی حیاتی باشه و تصمیم گیر باشه در دعوای احتمالی که در مورد برنده یا بازنده انتخابات ممکن است در بگیره بعد از روز انتخابات. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. جارد دایموند نویسنده و دانشمند سرشناس علوم طبیعی آمریکا و برنده جایزه پولیتسر پیش‌بینی‌هایی برای دنیای پس از کرونا کرده. او امیدوار است که فرهنگ همکاری بین‌المللی برای مبارزه با کووید 19 که به وجود آمده موجب شکل‌گیری کارزاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی شود. حتی قبل از کرونا هم دنیا با مشکلات جهانی بزرگی روبرو بود که نادیده گرفته می شد، مانند تغییرات اقلیمی و تحلیل رفتن منابع طبیعی. اما دنیا نتونست راهکارهای جهانی موفقی در مواجهه با اونها به کار بگیره، چون تهدیدهای واضح و قریب الوقوعی مثل کرونا نبودند و نیستند. کرونا یه تهدید واضح و قریب الوقوعه، مردم رو به سرعت می کشه. پس پیش بینی می کنم بیماری کووید ما رو مجبور می کنه که کارزاری جهانی به کار بگیریم، مانند کارزاری که موفق شد تا آبله رو در سال 1980 ریشه‌کن کنه. تغییرات اقلیمی نهایتاً شمار به مراتب بیشتری از آدم‌ها رو خواهد کشت، اما تغییرات اقلیمی یک شر واضح نیست، چون مردم رو به سرعت نمی کشه. امیدوارم و پیش بینی می کنم که دنیا از تجربه کارزار علیه شر واضحی مثل کرونا بیاموزه و به سراغ کارزارهای موفق بعدی بره، علیه مشکلات بزرگتر اما نامحسوستر مثل تغییرات اقلیمی. اگه این اتفاق بیفته، کرونا این مصیبت بزرگ ممکنه میراث مثبت بزرگی هم به جا بذاره. و میتونید مطالب متنوع رو در وبسایت ما هم همیشه دنبال کنید. الان یک مطلب آموزنده و جالب در وبسایتمون داریم در مورد اینکه چطور بفهمیم کرونا گرفتیم یا سرما خوردیم، اینکه بینی گرفته، سرفه، عصبی و گلو درد در پاییز و زمستان رواج پیدا می‌کنه و از کجا بفهمیم که اینها نشانه‌ها یا علائم کرونا نیستن. این مطلب رو میتونید در وبسایت ما بخونید، کمک کننده خواهد بود. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.